قرار امروز با هم دیگه چیپس پاستا درست کنیم که خیلی خوشمزه میشه. برو بریم. اولی مرحله از درست کردن چیپس پاستا که امروز می‌خوایم با هم بریم جلو اینه که باید بذارم تنور داغ داغ بشه، هیزماش هم بریزم داخلش. اگه شما از این تنور هم نداشتین اصلا مهم نیست، میتونین با فرای خونگی درستش بکنین. اگه اونم نداشتین میتونین سرخش بکنین پاستا رو. حالا بریم جلو بهتون نشون بدم. پاستا رو با هر شکلی که دوست دارین یا چند تا شکل مختلف می‌ذاریم بپزه 8 تا 10 دقیقه. بعدش باید بهش یه مقدار ادویه و اینا اضافه بکنیم که مزه بگیره. این فلفل سیاه بود که ریختم، یه مقدار نمک، پودر سیر، اینم پودر آویشنه، اینم روغن زیتون که کمک میکنه ادویه ها بهتر بین دونه های پاستا جابجا بشن. بعدش شروع میکنیم آروم دونه های پاستا رو جابجا میکنیم که ادویه ها و روغن به همه برسه. آخرش میریزیم روی یه ظرف فری که کفش و کاغذ روغنی پخش کردیم، پهن کردیم بهتر بگم. بعد الان دیگه آماده است واسه اینکه بره توی تنور و فر. خب دیگه میاریمش دم تنور، میذاریمش اینجا که پاروی فرم برداریم و بره داخل. دیگه آماده شد و از توی تنور درش میاریم. یکم زمان لازم داره که یه مقدار خنک بشه. ببینید این صدای تردیشه و بعدش هم باید بریم سراغ سسش. برای کنارش من پنیر دیپ پارمسان و قارچ کالین رو انتخاب کردم که این تجربه رو خیلی لذت بخش‌تر میکنه. پنیر دیپو میشه سردم خورد ولی گرمش یه حال دیگه ای داره. من میذارمش این جلو که یه مقدار حرارت ببینه و گرم بشه. روی حرارت گاز و بخار کتری هم میتونین این کار رو بکنین. پنیرم گرم شد و دیگه الان میتونیم ببریمش کنار چیپس پاستا. این از پنیر. چیپسمون هم که دیگه حاضره و بعد خالیش کنیم توی یه ظرف. همین شکلی میاریم اینطوری. یه دونه پاستا برمی‌داریم، می‌ذاریم توی دیپ پنیر پارمسان که داخلش قارچ خوش شده هم داره. بعدش میاریم بالا و